بسم الله الرحمن الرحیم، شروع می کنم به نام خداوند یکتا و بخشنده. عزیزای دل سلام، سلام، امیدوار هستم هر کجای دنیا که هستین دارای صحت و سلامتی باشین. امروز روز ده محرم است و امروز تصمیم دارم یک ذره شول زرد آماده کنم و امرو با شیر برنج سفید. امیدوار هستم با ما باشین و برنامه ما را ببینین، سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت کنین، شیر کنین عزیزای دل، به خاطر که برنامه بعدی ما را بتونین به درستی ببینین. و در قدم اول چون به خاطر که وقت کم بگیره عزیزان، ما قبلا برنج همی برنج لوک که ما شما میگیم برنج لوک یا برنج سفید لوک این میره ما قبلا ششتیم دیگه انده دیگه بخار انداختم، بخاطر وقت کم بگیره. آب جوش هم اندازیم، میمانیمش بالای گاز. عزیزا دیگه ما بخار گرفت، ببینین چه خوب با مطور دانش رفته. ما به خاطر از این دیگه بخار انداختم، اگر در دیگه بر پخته کنم بسیار آسان است میشم، ولی مشکلی است که وقت میگیره، زمان میگیره. به او خاطر اگر وقت کم داشته باشین میتونین در زودترین فرصت در نهایت 15 دقیقه در دیگه بخار بندازین، در زودترین فرصت این برنج دانش میشه. از ما یک مقدار شد در دیگه کلان البته انداختم به خاطر که شوله زرد میسازم آماده کنم و یک مقدار دیگه شد دیگه اضافه کردم به خاطر میخوایم شیر برنج یا برنج سفید آماده کنم. و البته شیرم شیر خانگی هست که من خودم در خانه این میشه شیر خانگی نگاه میکنم. شیر خوب به مطور قیماق داره، سار خوب شست. میخوایم یک دریش به شکل شوله شیری یا شیر برنج آماده کنم. دیگه ما میکرد دیگه بخور خالیش کردم، دیگه هاو اضافه نکردم. دیدین تیره بود مال و جای هاو از شیر استفاده میکنیم تا زمانی که دانی امی برنج خوب بره. شیر اضافه میکنیم، حرارتش کم میمانیم، میمانیم گرام آرام جوش بخوره. حیزو من یک مقدار آب انداختم به خاطر از اینکه از این جکا تقریبا یک جک یا یک و نیم جک آب انداختم. یک ذره که دوام او اضافه میکنم به خاطر که میدانی برنج خوب صحیح نرم شود. دانش البته خوب بشاره یا بره و گفته قدیما دیگه ایره میمانیم و این جرام هم مرارت شکم میمانیم، مرام مرام میمانیم که جوش بخوره به خاطر از اینکه دانایش برنج دانی برنج که باشه یک تعداد شوله پخته میکنن، اما تو دانا زنده زنده دانی برنج باز بسیار بد معلوم میشه. دیگه در سابقه البته خداوند ببخشه مغفرت کنه تمام رفتگان تمام ما شما را، از ما را همچنان پدرک مادرک ما آجی پدرک ما خداوند ببخششان، مادر پدر ما خدا ببخشه. وقتی که روز دی مرم می بود باز ما اولی مادر کارت چار بود یک چمند کلان داشتیم، باز دو نفر خدا ببخششان پایین می شدن ده زیر چمند دکدان روانی داشتیم، دکدان در می دادن، دیگای کلان بود از دیگای بسیار کلان دیگار در می دادن، دیگار می ماندن و شوله زرد و چند رنگ شوله آماده می کدن. دیگه یاد از او وقتا بخیر، حالا خو فعلا مهاجریت است، دیگه فعلا همقدر چیزی که می تونیم بخیر آماده می کنیم. باز انشالله خداوند کمک کنه، یکان حولی چیزی که بخیر گرفتیم باز حتما ما رو ممتر انشالله وسیع می سازیم. ازا ما شیر برنج ایجا ماندم، ببینیم خوب ملایم شده. ایره دیگه شیر اضافه کده رفتیم، تا زمان یک مقدار دیگه هم شیر مندازیم تا زمانه که یه شیرش خوب صحیح در داخلش افت شوه. بعد از اون باز با ما باشیم. این شیر برنج ما جوش میخوره آرام آرام و اینجا برنج شوله زردم ببینید دیگه او اضافه نمی کنم. دانایش خوب شارید براتان معلوم میشه، دانایش خوب شارید. و اینجا زعفران دم کرده داریم، زعفران اضافه میکنم به عوض از اینکه رنگ شیرین یا رنگ زرد استفاده کنم. عزیزا ببینید رنگ برنج سفید ما را، البته زعفران یک رنگ خوبش ساخت، زعفران یک طعم خوبم داره. به عوض رنگ شیرین اگر در خانه داشتین استفاده کنین، طعم می شوله زردتانه یا شوله شیرینه خوبش میسازه. ما شوله شیرین میگیم دیگه، شوله شیرین. و این جمع شیر برنج ما جوش خورده میره و متوجه باشین عزیزا که شور بتین به خاطر که شور بتین که نچسبه، به خاطر که متوتر همه تو
اگر تا ترشور نتی بازی شوله شیرین زود میچسبه. یه مقدار یا یک قاشق بگویم هیل مندازم، هیل کوبیده و هیجا ما هم هیل کوبیده مندازیم. دیگه هاو اضافه نمی کنیم، منتظر استیم که همی هاوش به اصطلاح هاوش خشک شوه. دیگه سر کم کم یک تعداد از دوستا رو سی دوستا یک سیدره باید بگویم که فراموشم نشه، یک تعداد از دوستا در می شوله زرد یا شوله شیرین چیز اضافه می کنن. روغن و روغن اضافه اصلا نکنین به خاطر که روغن خام خا بویه کم میده که امو طعم شوله را، طعم شوله شیرینه یا امی شیر برنج ما شما را یک قسم در یک طعم دگی پیدا میکنه. هیچ وقت روغن اضافه نکنید. ایزا نوبت است که بخیر گوریش را اضافه کنید. یک کیلو سپوره قدر ضرورت دیگه ایزا خودتان میبینین که چقدر برنج دارین، چقدر از برنجتان قدر ضرورت اضافه کنین گوره را که زیاد زیاد شیرین نشه و زیاد هم برچی نباشه، شیرین چکف نباشه. یک تیدا زیاد دوست داره شیرینی زیاده و یا دو وقتا بخیر دیگه حال برای فیلن در این ملک مسافری کسی نیست که آدم قدر زیاد چرا در چند فامیل که هست در این منطقه ولی بیشتر نیست. افغانستان که دیگه های کلان پخته میکردیم از سر کوچه تا آخر کوچه که تقسیم میکردیم، خسته میشدیم بخی این صبح وقت شروع میکردیم در پخته کردنش تا 12:00 چاشت ایلا که ما تقسیم کردن و ششتن دیگ و یک با خلاص میشتیم. خب خداوند قبول کنه نظر از در حالش. ما و شما دعا میکنیم ازا با برکتی نظر مبارک با برکتی ماه محرم خداوند دا یک رحم روشنی خدا کنه، یک صلح سر تا سری در وطن ما برقرار کنه، یک صلح، یک آرامی، یک آرامش، خوشی و خوشبختی. ایزا شما میتونین که هر چیزی که در خانه داشته باشین اضافه کنین. در قطعا خود این شوله شیرین خسته مندازیم، خسته را پوست میکنیم مندازیم. اما در اینجا خب میبینین که تمام چیز تیار آماده شده در پلاستیک ها هست، خسته هم اضافه کنین. خب چیزی که در خانه داشتین البته از نگاه میوه خشک خسته یا کاجو یا بادام هر چی که داشتین مشکل نداره. دیگه ایزا ببینین وقت جوشش است، اینه میاله دیگه وقت پریدن است که خوب اما تر گفته چی میپره و بسیار احتیاط بکار است. ما یک مقدار کاجو است میخواییم، یک ذره کاجو در بین از این شیر برنج هم اضافه کنم، در بین شوله شیرین هم اضافه کنم. میبینین شیر برنج ما را موقع در پش کرده و شوله شیرین ما را همچنان انقریب رنگش خوب معمول شده و دانایش هم خوب شدیده. این نزدیک به است که هاوش خوش شده بخیر. ایزا نظر به مبرنج از دیگه باز آمد نمیتونم که تو دقیقا بگویم در اینی ساعت شما میتونین یک ساعت یا یک ساعت بعد یا یک و نیم ساعت بعد دیگه برنجش شیرین تانه دم بتین. اما قسم نمیشه که گفت نظر به برنج است، نظر به آتش است، گاز است، منقل است، این بس چیزاست که آدم نمیتونه بگوید. اما تا زمانی که وقتی میبینین نمیار سر دیگه برنج دیگه شوله شیرین میبینین این هیچ کدام هوا نداره، فقط این خوب اما تو خدا غلیظ ساخته هواش همش خشک شده. دیگه حال قرار است که باید اینا را در دم بگذاریم و اینجا برنج شیر برنج ما را به دم میمانیم. بسیار خاموش میکنیم، کم میکنیم، بدم میمانیم. ایزا شوله آماده شد، شوله زرد، شوله شیرین و شیر برنج هم همچنان آماده شد. میخواییم یک مقدار اگرش که در داخلش یک مقدار کاجو انداختیم، یک مقدار دیگام به سرش اندازیم، مقدار دیزاینش
همین مقدار کاجو انداختیم در سرش و شیربرنج هم آماده است عزیزا. بسیار یک رنگ طعم خوبش. امیدوار هستم که از این شیربرنج ما و از این شوله شیرین ما خوشتان آمده باشه و در این ماه محرم و در این روز محرم اصلا که دای عاشورا هست نهایت دعا کردیم برای ملک و وطن خود. خداوند یک ملک و وطن ما را آرام داشته باشه، یک آرامش سخت و سری در وطن ما برقرار کنه عزیزای دل. و هر کدام ما و شما تمام مؤمن مسلمان، بخصوص ما و شما مسلمان های افغانستان در هر کجای که هستیم، آرام و سرفراز باشیم. دیگه امیدوار هستم خوشتان آمده باشه. ما یک کمک به اجازهتان میخورم با دلدو شما و یاد از شما. عزیز شوله زرد خو زیاد مانده، دیگه زیاد است، فقط من مقدرش اکشیرم بخاطر از اینکه با شما شیر کنم. باید دادی تا نکمک بخورم. بسیار یک طعم خوب و رنگش شما دیدین که من زعفران اضافه کردم، رنگش هم بسیار خوش رنگ و خوب. من باش که کمک شیر برنجان به یاد شما و در غایب شما بخورم. مجلا بسیار مزه دار، بسیار مزه دار، بسیار یک طعم خوب. امیدوار هستم خوشتان آمده باشه. الله یار و یاورت.